سرخط خبر. آغاز روند پاسپورت در ولایت بامیان و هجوم متقاضیان. ریاست معارف بامیان مارش دو ماهه معلمین به زودی پرداخت می شود. عتیق‌الله بریالی از آغاز عملیات نظامی جبهه مقاومت در کابل خبر داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر، نظامیان باید ظاهرشان را مطابق سنت آراسته نمایند. و دولت نیوزلند سیگریت را برای نسل‌های آینده ممنوع می‌کند. سلام، درود خدمت همه شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان. قربان علی نوید هستم با مشروع خبرهای امروز. بعد از سقوط حکومت قبلی و توقف 4 ماهه روند پاسپورت در این ولایت، توزیع این روند از سر گرفته شده است. به گفته این متقاضیان پاسپورت، فقر و بیکاری یکی از دلایل عمده سرازیر شدن باشنده این ولایت برای دریافت پاسپورت می باشد. آنان می افزاید که اکثر مردم به دلیل فراهم نتوانستن نفقه عیال و خانوادهش مجبور است تا به کشورهای بیرون سفر نماید. بیشتر در گزارش. اینجا ده ها تن شهروندان ولایت بامیان در 4مین روز شروع روند پاسپورت در این ولایت برای دریافت پاسپورت تجمع نموده است. بعد از سقوط حکومت قبلی و توقف 4 ماهه روند پاسپورت در این ولایت، توزیع این روند با هجوم زیاد متقاضیان از سر گرفته شده است. به گفته متقاضیان پاسپورت، فقر و بیکاری یکی از دلایل عمده سرازیر شدن باشنده های این ولایت برای دریافت پاسپورت می باشد. آنان می افزاید اکثر مردم به دلیل فراهم نتوانستن نفقه عیال و خانوادهش مجبور است تا به کشورهای بیرون سفر نماید. به گفته این متقاضیان، در صورت بودن کار و درآمد برای مردم، هیچ کس علاقمند ترک وطن نمی باشد. به نظر خودم شخصا مردم علتش یعنی می است که ما در اینجا بیکار هستیم، کار به دست ما قرار نمی گیرد، از حقوق کاری ما، از امتیازات کار ما برخوردار نیستیم. بنابراین کوشش می کنم مردم که یعنی پاسپورت خود را به دست بیاره و یا بیتنه که از این کشور بره در کشور دیگه، حداقل همون نانی که برای فامیل خود یا برای کاری که برش چی است اما رو بدیست بیاره. اما تعدادی هم در این دغدغه های زمانی برای ادامه تحصیل خود راهی کشورهای بیرون است. با گفته آنان، با آمدن حکومت جدید و از بین رفتن فرصت شغلی در کشور، آنان تلاش دارند تا فرصت های تحصیلی در بیرون از کشور به دست آورند. ما می خواهیم که پاسپورت خود تمدید کنم، تاریخش گذشته و این تمدید به خاطر بورسیه میکنم. ما می خواهیم به کشور خارج به خاطر مستری خود برم، باز تاریخ ازی گذشته ما نمیتونم که برم، به او خاطر آمدیم که دوباره تاریخ ازمی پاسپورت خود تمدید کنم. با ایجاد تقسیم اوقات توزیع پاسپورت بر اساس ولسوالی ها، اما تعداد از متقاضیان نگران شفافیت روند و عمل به تقسیم اوقات تهیه شده می باشد. آنان از مسئولین تقاضا دارند تا با مدیریت سالم روند شفاف این پروسه را حفظ نمایند. شاید بیشترین نفوس 50 برس داره و فکر کنم 2 روز یا 1 روز برای 2 ولسوالی وقتی مناسب و کافی نیست. ما باز تقاضا از ما می هستن که اگر برای جاهایی که نفوس بیشتر است وقت بیشتر بکنه ای بهتر است. اما مسئولین آمریت پاسپورت ولایت بامیان میگوید آنان به مدت 4 روز است که این روند را آغاز نموده است و روزانه حدود 60 الی 100 عریضه جدید را دریافت می توانند. به گفته آنان، این آمریت ظرفیت اجرایی بیش از 100 پاسپورت در 1 روز را دارا نمی باشد. اما آنان وعده می دهد که این پروسه بر اساس تقسیم اوقات تهیه شده و شفاف ادامه خواهد یافت. کسایی که عرضشان تای مراحل شود اینجا زود خلاص میشن، دیگه روان میکنیم طرف کابل. تقریبا 1 ماه تای مراحل میشه انشالله زودتر. با آغاز فعالیت روند توزیع پاسپورت در اکثر از ولایت های کشور، در کابل و تعداد شهرهای بزرگ این روند با هجوم غیر قابل پیشبینی متقاضیان روبرو شده است. نجیب الله احمدی، تلویزیون بامیان. تعمیر لیسه زکریا در مرکز بامیان به بهره بردار سپرده شده است. این تعمیر از طرف UNHCR به هزینه 21,360,000 افغانی اعمار گردیده که گنجایش 1200 دانش آموز را در 2 تایم دارا می باشد.
به گفته مسئولین یونیسیار، این تعمیر دارای 16 صنف درسی، 8 اتاق اداری و لابراتوار بوده و مجهز به 120 پایه میز و چوکی برای دانش آموزان می باشد. مسئولین ریاست معارف بامیان در افتتاحیه این تعمیر از پرداخت شدن معاشات معلمین به زودی در این ولایت خبر داد. به گفته مولوی متوکل، معاش دو ماهه معلمین این ولایت به زودی پرداخت می گردد. این تعمیر در حال افتتاح می شود که در ولایت بامیان بیشتر از 60 باب مکتب بدون تعمیر وجود دارد و دانش آموزان زیر آفتاب و خیمه درس می خواند. در روزهای نزدیک، بسیار نزدیک، معاش میزان و عقرب معلمین حواله می شه. فعلا مسئولین یا معتمدین تمام آمریت ها در صدد ترتیب کردن استحقاق معاش معلمین است. آتیق الله بریالای معاون پیشین وزارت دفاع گفته است که عملیات نظامی جبهه مقاومت امروز در کابل آغاز و 4 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. همزمان با این، وزارت داخله اعلام کرده است که در کابل در نتیجه یک سوی تفاهم تیراندازی شده است و تلفات این تیراندازی هنوز مشخص نمی باشد. اما هنوز مشخص نیست که آیا این دو واقعه با هم ارتباط دارند یا خیر. با افزایش حملات و انفجارها در کابل، قبل از این داعش مسئولیت این حملات را به عهده می گرفت. باز محمد، رئیس ازاله و منکرات وزارت امر به معروف و نهی از منکر، میگوید که نیروهای آنان یعنی چهره ظاهرشان را باید مطابق سنت نبوی آراسته نمایند. تلویزیون ملی گزارش داده است که رئیس ازاله و منکرات وزارت امر به معروف و نهی از منکر این موضوع را در قول اردوی مرکزی در رشخور کابل مطرح کرده است. و همچنین از نیروهای ارتش طالبان خواسته تا از فرامین و لوایح اطاعت کنند. همزمان با این، محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، در نخستین نشست رهبری این وزارت گفته است که سیستم فراگیری آموزش دینی و عقیده‌ای باید در قطعات نظامی فعال شود. و خبر اخیر این که نیوزلند میخواهد که فروش تنباکو به نسل بعدی در آن کشور را ممنوع کند تا در نهایت سیگارت به طور کامل کنار گذاشته شود. طبق قانون منع مصرف سیگارت که انتظار می رود سال آینده میلادی تصویب شود، هر فرد که پس از سال 2008 به دنیا بیاید در طول زندگی خود نمی تواند سیگارت یا محصولات تنباکو خریداری نماید. آیشه اورال، وزیر صحت نیوزلند، گفته است که آنان می خواهد مطمئن شود که جوانان هرگز به سوی مصرف سیگارت نخواهد رفت. نیوزلند تلاش دارد که به هدف ملی خود برای کاهش نرخ ملی سیگارت به 5% تا سال 2025 میلادی به دست یابد. وزارت صحت نیوزلند میگوید که سیگارت از هر 4 سرطان یک مورد آن را ایجاد میکند و همچنان عامل اصلی مرگ و میر قابل پیشگیری برای جمعیت 5 میلیون نفری این کشور میباشد. سپاس از توجهتان. تا این دم، تا روز دیگر، خدایا را نگهدار شما.